خب در مورد مبحث تبعیض و تبعیض مضاعف خیلی ها صحبت کردن و خیلی به جزئیات زیادیش از نظر آکادمیک پرداخته شده، اما متاسفانه توی جامعه ما دید نسبت به تبعیض هنوز اونجور که باید نهادینه نشده و جنبه های مختلف تبعیض تو نگاه اول تشخیص داده نمیشه. برای همین میخوام اول با یک تعریف کلی از تبعیض حرفم رو شروع کنم. اساساً چه چیزی تبعیض محسوب میشه؟ هر لحظه‌ای، هر رفتاری، هر در واقع انتخابی که بر مبنای جنسیت یه شخص، اعتقادات یه شخص، توانایی جسمی یه شخص یا گرایش جنسی یه شخص یا هر ویژگی دیگه ای که یک انسان میتونه داشته باشه، اگر اون انتخاب یا اون تصمیم تغییر بکنه صرفاً بر مبنای اون ویژگی ها، یه جور تبعیض اتفاق افتاده. حالا این در واقع نوع عام تبعیض خب خیلی زیاد توی ایران دیده میشه، توی قانون اساسی ما خیلی زیاد هست، از سطح بالاش که مثلا یه زن یا یه غیر شیعه نمیتونه رئیس جمهور بشه تا سطوح پایین ترش که مثلا بهایی نمیتونه تحصیل بکنه، تا یه مقدار مثلا غیر سیستماتیک ترش که زنها توی یه سری رشته ها کمتر پذیرش میشن به خاطر اینکه بازار کار کمتری داره. همه اینها میره تحت کاتگوری تبعیض. اما چرا تبعیض وجود داره؟ چی میشه که این تبعیض اتفاق میفته؟ فراتر از اون که حالا توی قانون جمهوری اسلامی هست و ما نسبت به اون آگاهیم، یه بخشی هم هستش که توی جامعه اتفاق میفته و اون ناشی از نیاز به حس برتریه. ببین مثلا اگر بخوایم جامعه ما رو نگاه کنیم، مرد مسلمان شیعه ماکسیموم توانایی رو داره، مرد مسلمان شیعه فارس ماکسیموم مزیت و توانایی رو داره توی این جامعه و میخواد که این مزایاش رو حفظ بکنه، در نتیجه همیشه میاد فاصلش رو با بقیه حفظ میکنه و کتگوری های بعدی هم همینطور. مثلا مرد فارس شیعه طبقه متوسطی توی مزیت بالاتر یه لول بالاتر از زن فارس شیعه طبقه متوسطیه، زن فارس شیعه طبقه متوسطی خودش رو یه لول بالاتر از مثلا زن غیر فارس شیعه میبینه، زن غیر فارس شیعه یه لول بالاتر از زن غیر فارس غیر شیعه. همینطوری این در واقع سلسله مراتب حفظ میشه و به خاطر اینکه یک رقابت ناسالم توی جامعه وجود داره، مردم سعی میکنن که این فاصله هاشون رو حفظ بکنن به جای اینکه این فاصله ها رو صفر بکنن. اما چطور میتونن در واقع چه عاملی باعث میشه که آدما به اون لحظه روشنی برسن که بفهمن کجا تبعیض اتفاق افتاده؟ خب یکی از مهمترین راههایی که میشه بهش رسید اینه که ما بیاییم بچه هامون رو با حس همدلی بزرگ کنیم. یعنی اینکه بچه های ما از همون دوران مهد کودک این رو یاد بگیرن که خودشون رو جای طرف مقابل بذارن و ببینن که اون طرف مقابل از این جمله، از این حرکت چه حسی پیدا میکنه. این حس همدلی خب طبیعتاً باعث میشه که خیلی از رفتارهای زشت اجتماعی اتفاق نیفته. یکی از مهمترین اونها تبعیضه. اما این همواره اتفاق نمیفته. خیلی از خانواده های ما به اندازه کافی آگاه نیستن. سیستم آموزشی ما ابداً همچین ظرفیتی رو نداره. در نتیجه خیلی از مسائل میمونه برای بزرگسالی. توی بزرگسالی چطور میشه این مسئله تبعیض واسه آدم ها تو اون لحظه روشن میشه؟ وقتی که خودشون توی یه موقعیتی توی تبعیض قرار میگیرن. حتما توی شبکه های اجتماعی، توی موارد مختلف، توی زبانهایی که تبعیض ترند موضوعات بحث بوده، شما هم با همچین مسائلی مواجه شدید که مثلا یک مرد فارس شیعه طبقه متوسطی ایرانی راجع به این مسئله حرف میزنه که اولین بار وقتی متوجه تبعیض شده که مثلا توی آمریکا بهش گفتن کله سیاه یا مثلا توی اروپا بهش گفتن کله سیاه و اونجا بوده که فهمیده و
بخشی از اون جامعه دارای مزیت نیست، بلکه یک لول یا حتی چند لول پایین تر از اوناست. اونجا بوده که این حس رو متوجه شده و شاید اگر امیدوار باشیم میتونه اون حس رو ترجمه کنه به اینکه ببینه مردم خودمون داخل کشور خودمون چی میکشن وقتی که دقیقا تجربه های مشابهی رو دارن. به عنوان مثال میگم، مثلا لباس اتنیک های مختلف ایرانی از نظر مرکز و فرهنگ تا فرهنگ در واقع غالب صدا و سیمایی و حاکم حکومتی لباس مطلوب نیست. در نتیجه ما میایم نسبت به اون یک نگاه منفی ایجاد میکنیم، یک نگاه منفی تو ذهنمون ایجاد میشه و یک پیش قضاوت شکل میگیره و اون پیش قضاوت باعث میشه که ما تبعیض رو انجام بدیم. اساسا بیشتر تبعیض ها بر اساس پیش قضاوت ها شکل میگیره. مثلا شما میگید مثلا زن احساسیه، یه پیش قضاوت میکنین، در نتیجه تبعیض میکنین و زن رو به عنوان مدیر انتخاب نمیکنین. شما میاین پیش قضاوت میکنین که مثلا فرزن بلوچ الزامن مسلمون متعصبیه، در نتیجه نسبت به اون تبعیض میکنید و اون رو توی محل کار خودتون استخدامش نمیکنید چون باهاش راحت نیستید. شما میاد پیشفرض میکنید که مرد ترک مثلا بیش از حد غیرتیه یا سرکوبگره یا مرد سالاره، بر اساس اون تصمیم میگیرید که رابطه دوستانه با این آدم ایجاد نکنید و توی محیط اجتماعی که خودتون ایجاد کردید این آدم رو طرد بکنید. یعنی همه این پیش قضاوت ها باعث میشن یه سری تبعیض اتفاق بیفته. این پیش قضاوت ها از کجا میان؟ بخشیش تاریخیه، بخشیش توی در واقع عرف ما جا افتاده که باید باهاش مبارزه بشه و بخشیش سیستماتیکه. یعنی جمهوری اسلامی میاد و این پیش قضاوت ها رو به ما ارائه میده، اون هم روش های مختلف و به صورت نهادینه و بنیادین ارائه میده. مثلا میاد توی فیلم ها و سریال های مختلف میگه بلوچ تروریسته، یا مثلا یه سری مصاحبه های عجیب و غریب را میندازن که مثلا کردا تو زمان جنگ به مردم حمله میکردن، یا مثلا کردا خشونت دارن، یا مثلا تروریستن، یا یه همچی چیزایی، یا مثلا زنکشی رو توی عرب ها به طرز غیر واقعی خیلی بیشتر نشون میدن در صورتی که تو بقیه بخش های جامعه هم هست. و همین پیشفرضایی که از طریق رسانه و سیستم به ما تزریق میشه باعث میشه که ما هم تبعیض رو انجام بدیم و در کنار اون نسبت به تبعیضی که به صورت سیستماتیک داره نسبت به این آدما اتفاق میفته عکس العمل نشون ندیم، خیلی هم برامون مهم نباشه، چون احساس کنیم توی اون بک‌گراند ذهنمون احساس کنیم که این تبعیض خیلی هم بی‌دلیل نیست، احساس کنیم که مثلا یه حقی پشتش هست یا در واقع دلیل منطقی پشتش هست، در صورتی که نیست و همش بر اساس پیش قضاوت هست. توی این البته یه چیز کوچیک، الان یه نفرم تو لایو چت اتفاقا همین حرف رو شما رو زد که میگه بخشیش هم علمی هست. البته خب بعضی میگن که ممکنه، البته من اینو نمیگم، بعضی میگن که مثلا شما میگین این گروه ها اینجوریان، این گروه ها اینجوریان، خب بعضی ممکنه بگن خب برای اینکه ممکنه یه ذره واقعا هم اینطوری باشه، شما از کجا میگین اینطوری اصلا نیست؟ میدونی منظورم چیه؟ آره ببین مسئله همینه، مسئله اینه که مثلا میگم بذار خارج از ایران بگیم، مثلا تقریبا یه دیدگاه جهانی وجود داره که ایرلندی ها خیلی زیاد مست میشن و وقتی مست میشن خیلی زیاد خشونت میکنن. حالا اگر ما بیایم هر ایرلندی رو صرفا به خاطر اینکه ایرلندیه نسبت بهش تبعیض انجام بدیم با این پیشفرض که آره اکثریت این جامعه اینجوری هستن، این تبعیضه. ما اجازه نداریم یک فرد رو بر اساس حتی اکثریت جامعهش قضاوت بکنیم. آره اکثریت جامعه بلوچ مسلمونه، اکثریت جامعه بلوچ سنیه و اکثریت جامعه بلوچ روی اسلام تعصب داره، اما ما نمیتونیم اولین بلوچی رو که دیدیم باهاش اون برخورد رو بکنیم و
تصمیم بگیریم که مثلا صرفا به خاطر اینکه متعصبه من باهاش رابطه خوبی نمیتونم تو محیط کارم برقرار کنم، در نتیجه استخدامش نمیکنم. ما باید خود اون شخص رو قضاوت کنیم. تا زمانی که این کار رو نکردیم، این هم توی کتگوری نژادپرستی میره و هم توی کتگوری تبعیض.